پس از شکایت های شهروندان در گذرگاه تورخم، معین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان که به گذرگاه تورخم رفته است میگوید که امارت اسلامی تلاش میکند تا چالش ها را در گذرگاه تورخم و اسپین بولدک حل بسازد. با گفته او در 6 ماه پسین نزدیک به 550,000 تن از شهروندان که در کشورهای دیگر بودند دوباره به افغانستان برگشتند. تقریبا 550,000 کسان زمان سر راجستر شویدی، خدا تعداد دین زیادتر راجستر شوی ندی یا په هغه وخت کې ورته زمینه نه ده مساعده شوی یا یو تعداد بی خبره و چې ځانونه راجستر کړی وای. معین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان از تلاش های دیپلماتیک برای رهاسازی زندانیان افغان در کشورهای دیگر نیز خبر می دهد. پر طول زیونو که ده بندیانو ده خوشی که دو هاگوی تا ده وکیل ده نیولو او ده انسانی حقوقو ده ورکر و ده برابرولو غختنه مکر. در این میان برخی از شهروندان کشور که مجبور هستند از بهر درمان بیمارانشان به کشورهای دیگر بروند از چالش هایشان در این گذرگاه سخن می زنند. دلتا مراجعین دیر دی مریضان دیر دی اولی پاکستان تا کم کسانه اوکتی اگوی ده سلو دا کری شاید سلم ناولی کنه کم اولی دوم را مشکلاتی سای بچه ده حد نزیاد ده پاکستان حکومت تا سوال وکړای داسې او طبيعت خدای ته وګور سره کړه دا د کړه وړه شلم نو دا 200 وکړه دا 500 وکړه دا په زورم کم دي چې را لزر کې یو داتا دا را لزیات کړه دا سوال ته وکړه دا مریضانو دا شیان سی وویني ولاد ما ته زړه راځي په دې باندې زړه راځي سپینګری سیاسري دلته گزنی پر یړو کې ناشتي ستون زده ورته. همزمان با این چالش های بازرگانی، مشکلات در گذرگاه تورخم و اسپین بولدک، چالش های بهداشتی و موضوعات دیگر از مسائلی بودند که در 26 نشست کابینه امارت اسلامی رویان گفتگو شد.